درگذشت قهرمان پاکباز مجاهد خلق حسن علی اکبری علوی پس از 3 دهه نبرد و پایداری برای آزادی. سلام بر حسین، دروغ بر راه بران عقیدتی مریم و مسعود، مرد بر اصل ولایت قدی، فداوی مریم و مسعود، حسن علوی. نوبهار زندگی آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سر خلق من سایه فکن. بله، با آمدن بهار طبیعت و شکفتن گلها، آرزوی آمدن بهار زندگی مردممون یعنی آزادی زنده میشه. مجاهد خلق حسن علی اکبری علوی پس از 3 دهه نبرد و پایداری برای آزادی، بامداد 5 شنبه 12 تیر 99 بر اثر ایست ناگهانی قلبی درگذشت و به یاران صدیق و شهیدش پیوست. حسن متولد سال 1329 در تبریز که در جوانی به استخدام ارتش درآمده بود، قبل از بالا گرفتن قیام‌های ضد سلطنتی از طریق یکی از دوستانش با نام و آرمان مجاهدین آشنا شد و همزمان با اوجگیری انقلاب با قیام مردم همراهی کرد. حسن که پس از انقلاب ضد ارتجاع حاکم و هوادار مجاهدین بود، پس از آنکه در مهر ماه 1359 در جنگ به اسارت نیروهای عراقی درآمد، در دوران اسارت با خطرها و کینتوزی پاسداران و سرسپردگان خمینی ضد بشر چنگ در چنگ میشد و پس از آتش بس برای آزادی مردم و میهنش از چنگال بدترین دشمن ایران و ایرانی به ارتش آزادی بخش پیوست. من حسن علوی هستم، مجاهد شهید علیرضا احمدخواه، یکی از پرسنل غیور و میهن پرست ارتش بود که در اول مهر سال 59 در منطقه خرمشهر که جنگ ایران عراق شروع شد و خمینی دجال اونو برافروخت به اسارت در اومد. خود من هم چند روز بعد از اون در منطقه موسیان دستگیر شدم و در اردوگاه موسیل که محل نگهداری اسرا بود با همدیگه آشنا شدیم. من خیلی زود دریافتم که علیرضا هوادار سازمان مجاهدین خلق و این باعث خوشحالیم بود و از چند نفر از بچه هامون که اونجا بودن، اونا هم که هوادار بودن، باعث شد که ما دور هم جمع بشیم و یه تشکلی برای خودمون اونجا درست بکنیم. بعد از 2 سال از موسی علیرضا رفت یه جا دیگه، منم رفتم یه جا دیگه، تا اینکه اومدیم خوشبختانه افتخار پیوستن به سازمان مجاهدین خلق رو پیدا کردیم و اینجا دیدمش. خیلی خوشحال شدم و خوشبختانم از اولین روز تا حالا، تنها تا روزی که شهید شد در 7 مهر، ما با همدیگه بودیم. از آن پس حسن بیش از 3 دهه را در صفوف مجاهدین با اخلاصی که همواره مورد تحسین هم رزمانش بود، در کلیه نبردهای ارتش آزادی بخش دلیران جنگید و به عنوان یک افسر مهندسی در ارتش آزادی بخش به ایفای مسئولیتهایش پرداخت. او مجاهدی بود از خود گذشته، شجاع و یار و یاور هم رزمان و پیشگام خطرپذیری در عملیات و نبردها که در باز کردن 10 میدان مین نقش اساسی داشت. او در مناسبات درونی مجاهدین به صمیمیت و مایه‌گذاری برای یاران و روحیه سرشار و رزمنده شناخته می‌شد و از دست‌اندرکاران و تهیه کنندگان برنامه‌های شاد و شورانگیز در جمع و رزمندگان یکانش بود. همرزمان اشرفی حسن او را در این 3 کلمه تعریف می‌کنند: مجاهدت،
عشق و دوستی. از اینکه قدری معطلتون کردم خیلی ممنونم. شعار انتخاباتی من در این سال بدون هل دادن حرکت کنه. مجاهد صدیق حسن در رزم ایدئولوژی پیشتاز بود و یاران و همرزمانش اخلاص و یگانگی او را به مثابه الگوی آموزنده می ستودند. او که در انقلاب ایدئولوژیک درونی مجاهدین به دنیای جدیدی از رهایی و پاکبازی راه یافته بود، در این باره در شب قدر رمضان سال 97 می نویسد: این بار یا مولا، انگیزم از خواهر مریم عزیزمان است، آن کس که مظهر تقوای رهایی بخش است، که الگویش تو بوده ای. او بود که سالیان با نام و یاد تو غرید و از وجودش مایه گذاشت. تهمت و افتراهای انصار معاویه و یزید زمان و مردارهای سیاسی را به جان خرید تا با انقلابش تو و مشی تو را به ما بشناساند، تا خلقی محروم و ستم دیده و ارادتمند درگاه خودت به آزادی برسند. روز 12 تیر 82 که روز شکست کودتای نافرجام و زد و بند ننگین 17 ژوئن بود، برای حسن روز انفجار شادی و اوج عزم و اراده در جنگ صد برابر برای بازگشودن راه آزادی میهن و مقابله با توطئه‌های ارتجاعی و استعماری بود. ما والا اینجا جلوی ستاد مقرمون بودیم که شورای رهبریمون دوان دوان اومد و گفت که بچه ها خواهر مریم آزاد شدن. بعد اون لحظه بود که ما سر از پا نمیشناختیم، همه اینور اونور میدویدیم میخوردیم به هم. بعد طبق سنت های مجاهدین که وقتی خبر خوش میشنویم میریم اشرف گردی، یه ماشین گیر آوردیم سوار شدیم رفتیم توی اشرف. میدون اشرف دیدیم آقا یه عده از بچه‌ها داره میدوند بالا به پایین، یه عده از پایین به بالا، همه خوشحال، گریه‌مون خنده‌هامون با هم دیگه مخلوط شده بود. اصلا بهترین یعنی زیباترین لحظه تاریخ بود به نظر من، اون لحظه که خبر آزادی خواهر مریم شنیدیم. خاتمی خامنه‌ای رفت جان، مریم ما آزاد شد. اگه خاتمی دلش به نفت خوشه، مریم ما به قلب‌ها تسلط داره. ایران مریم، مریم ایران، ایران مریم، مریم ایران. اون لحظه واقعا نمیتونم با کلمات بیان بکنم. واقعا لحظه بود که خواهر مریم شوخی که نیست، خواهر مریم بازداشت شده بود. ما هم که دیگه سر از پا نمیشناختیم، تمام امیدمون، قلبمون، زندگیمون، همه چیزمون خواهر مریم آزاد شده بود. من که اون لحظه داشت از قلب من سینم داشت میزد بیرون، واقعا هم گریه میکردم، میخندیدم، بالا میپریدم، اصلا نمیدونستم واقعا چی شد اینا. فقط یه لحظه که داشتم احساس میکردم اون لحظه ایست که کله های پوک آخوندا زیر پای مجاهدین داره له میشه، از خوشحالی که خواهر مریم آزاد شده بودم. مریم ما آزاد شد. اگه خاتمی دلش به نفت خوشه، مریم ما به قلب ها تسلط داره. ایران مریم، مریم ایران، ایران مریم، مریم ایران. دوران پایداری پرشکوه، دوران درخشش حسن در زندگی انقلابی و تشکیلاتیش بود. در جریان حمله مزدوران نیروی قدس سپاه پاسداران و سرسپردگان ولایت فقیه در عراق و اشرف در 6 و 7 مرداد 1388 و 19 فروردین 90، حسن با تمام توان در برابر حمله وحوش ایستادگی کرد و از ناحیه سینه مجروح شد. ولی خب اینجا باید یه نکته رو بگم. خب ما به عنوان رزمنده ارتش آزادی بخش، ما که تا انتقام خون شهدامون رو نگیریم از پا نمی‌نشینیم. این مالکه تبهکار، اون موفق ربعی جنایتکار، تمامی مزدوران رژیم اینو باید بدونن، ما انتقام خون شهدا رو از اینا می‌گیریم. پس از حمله وحشیانه زرهی به اشرف و جنایات مزدوران درندخوی مالکی و خامنه‌ای در 19 فروردین،
و در شرایطی که محاصره و فشار به اوج رسیده بود، حسن در مورد عزم و عهدش برای پایداری تا پایان نوشت: یا علی، ملت مظلوم ایران همان عاشقان کوی تو در زیر نعلین نوادگان ابن ملجم له می شوند و در گوشه زندانها زجر می کشند و ما مجاهدین خلق ایران که به عشق تو و در سرزمین تو پرچم مقدست را بردوش گرفته و به آرمانت لبیک گفته ایم، در بالاترین نقطه اوج ایدئولوژیکی و آرمانی و انقلابی، هرچند بی سلاح ولی قدرتمندتر از هر سلاحی و جنگنده تر از هر رزمنده‌ای، سوگند خورده ایم که قدر خلق قهرمان ایران و قدر اشرف را به هر قیمتی که لازمش هست رقم بزنیم. پس از هجرت بزرگ در اشرف سه، حسن صدیق در هر فرصتی برای ادامه نبرد تا سرنگونی و برقراری آزادی در ایران تأکید و تجدید عهد می‌کرد. از جمله در اردیبهشت 99 در شب قدر نوشت: یا علی، من به عنوان سربازی کوچک از لشکر آرمانی تو، با ایمان و ایقان به حقانیت راه تو تحت رهبری نمایندگان برحقت مسعود و مریم رجوی، با تو عهد می‌بندم که تا آخرین نفس و آخرین قطره خونم برای رهایی مردم مصیبت دیده ایران، بالاخص کودکان کار و کارتون خوابها و قبر خوابها و خواهرانمان تحت حاکمیت آخوندها و برقراری دولت کریمه، به هر آزمایش و ابتلایی سلام کنم و لحظه ای از شأن و مقام مجاهدت در راه خدا و خلق را به دنیاها نفروشم. سلام بر سرور شهیدان، الگو و سرمشق مجاهدان که پرچم هیهات من نزلش نقش مسیرهای پیروان راستین خود را رقم زد. یا حسین، اگر تو با فدیه خون پاکت که دشمن جرار بین مرگ و تسلیم مخیرت کرده بود، راه شرافتمندان زیستن و فدای جان و مال برای خلقی ستم دیده را برای پیروانت رهنمون ساختی، در آستانه شهادتت و تقدیم تمامی عزیزانت از عباس علمدار این سوگند مجسم فدا تا علی اصغرت با تو پیمانی میبندم. عهد میبندم که راه تو یعنی فدا و صداقت را سر لوحه مسیرم در جنگ با ورثه شمر و یزید یعنی خامنه ای و اعوان و انصارش بکنم. خانم مریم رجوی در گذشت این مجاهد صدیق را به مجاهدان همرزمش تسلیت گفت و تأکید کرد: درود به روح پرفتوح برادرم مجاهد خلق حسن علی اکبری که در طی بیش از 30 سال رزم و پایداری، سراپا اخلاص و تعهد به سرنگونی جلادان حاکم و آزادی میهن اسیرش بود. او مجاهدت و حاضر بودن پاک بازانه را با شعری در نقش مسیرش ترسیم کرده و می نویسد: اگر یک دم بیاسایم روان من نیاساید، من آن لحظه بیاسایم که یک لحظه نیاسایم. به راستی که مجاهدانی چون حسن صدیق و ینه‌ها و نشانه‌های تسلیم ناپذیری مردم ایران در مقابل رژیم ضد بشری آخوندی هستند. یقین دارم که همرزمانش جای او را با اعتلای ارزش‌هایی که در او می‌شناختند و با رزم مضاعف برای رهایی میهن پر خواهند کرد.